میه دکتر طارق الهاشمی به دبیر کل ملل متحد درباره اوضاع خطرناک و انفجاری عراق و نفوذ ویرانگر رژیم ایران در حکومت مالکی ظلم و ستم این حکومت علاوه بر مردم عراق متوجه پناهندگانی است که ربع قرن است میهمانان ما محسوب میشوند و حفاظت و حقوق انسانی آنها در لیبرتی باید تامین شود آقای بانکیمون دبیر کل ملل متحد قطعا از وضعیت به شدت وخیم امنیتی و موج انفجارها و قتل و ترور و دستگیری های خودسرانه و اعدام های بیرویه و گسترده در عراق مطلع هستید همانطور که خودتان نیز در جریان سفر به عراق تأکید کردید جانهای شهروندان بیگناه عراقی در الانبار در اثر توبباران کور و کینتوزانه از سوی نیروهای مالکی در معرض خطر است و طی دو ماه گذشته هزاران تن از هموطنانم هم در این استان کشته و مجروح شده و صدها هزار تن آواره شدند. ظلم و ستم این حکومت علاوه بر مردم عراق متوجه پناهندگانی است که ربع قرن است میهمانان ما محسوب میشوند و در این تردیدی نیست که عامل اصلی این وضعیت خطرناک و انفجاری در عراق نفوذ ویرانگر و غیرقابل کنترل رژیم ایران در حکومت مالکی و نیروهای امنیتی آن است تا آنجا که بنا به خواست این رژیم نیروهای امنیتی عراق با هجوم وحشیانه به اعضای اپوزیسیون ایرانی مجاهدین خلق در کمپ اشرف علاوه بر کشتار شنیع 52 پناهنده سیاسی هفتن از آنان را نیز ربوده و به گروگان بردند و به رغم گذشت شش ماه کمترین اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست هیئت تحقیق مستقل بین المللی در خصوص این قتل عام و حتی خودداری از تحویل اجساد 52 شهید به خانواده و دوستانشان سرانجام حکومت عراق در یک اقدام غیرقانونی و بدون اطلاع حتی نمایندگان یونامی اجساد را به طور مخفیانه در مکانی نامعلوم دفن کرد. این اقدام اثبات کننده این واقعیت است که حکومت عراق تلاش می کند دستهای خود را از جنایتی که در اول سپتامبر 2013 مرتکب شده است بشوید. آقای دبیر کل کمپ لیبرتی که تا کنون بارها مورد تهاجمات خونین قرار گرفته همچنان در معرض خطر است و حکومت عراق با کارچکنی های مختلف و به بحانه های واهی از وارد کردن و نصب تیوال های حفاظتی یا سنگرهای بتونی که توسط خود ساکنان و با هزینه خودشان خریداری و توسط پیمانکاران خصوصی به کمپ منتقل شده ممانعت می کند. حکومت عراق با سپردن مدیریت کمپ لیبرتی با اختیارات نامحدود به معمورین خشن و قسیل قلبی چون سرهنگ صادق محمد کازم سرگرد احمد خوزیر و سروان احمد عذاب ماشی که هر سه نفر در قتل عام صورت گرفته در کمپ اشرف طی سالهای اخیر نقش مستقیم و فرماندهی داشتهاند و در احکام مختلف دادگاه های بین المللی نیز از آنها نام برده شده آمدانه در پی آزار و اذیت روزانه ساکنان است. طی هفته های اخیر این فشارها افزایش زیادی داشته است و شرایطی که نظامیان مجبور بر لیبرتی اعمال می کنند عملا بدتر از رفتار با زندانیان است آنها حتی از ممانعت ورود کامیونهای مواد غذایی به کمپ ابایی ندارند و بعضا روزهای متوالی آنها را در خارج کمپ نگه می دارند به طوری که بخش قابل توجهی از مواد قبل از رسیدن به دست ساکنان فاسد می شود. این در حالی است که ساکنان نه حق تردد به بیرون جهت تهیه مایحتاج خود را دارند و نه برخلاف کمپ اشرف از انبارهای غذایی برخوردارند و ایجاد چنین محدودیت هایی زندگی معیشتی کمپ را با مشکلات جدی مواجه کرده است نیروهای دولتی همچنین در ورود و خروج خودروهای خدماتی آنقدر مشکل تراشی می کنند که کمپ با بحران بهداشتی مواجه است و ساکنان برای مراجعه به بیمارستان‌های بغداد یا خریداری داروهای مورد نیازشان با انواع آزار و اذیت‌ها و کارشکنی‌های روزانه مأمورین استخبارات روبرو می‌شوند. آقای بانکمون ما عمیقا معتقدیم و تأکید داریم که دفاع صریح از محترم شمردن حقوق بشر و حفاظت از جان شهروندان عراق و همچنین حقوق مقدس پناهندگی و تأمین فراهم کردن حد های حفاظتی و انسانی و شرایط انسانی و معیشتی برای ساکنان لیبرتی باید به هر مسلحت دیگر و از جمله سیاست انزجارآور مماشات با رژیم ایران ارجهیت داشته باشد تأمین الزامات مبرم امنیتی در لیبرتی شامل بازگرداندن 17500 تیوال، انتقال سنگرهای انفرادی بتونی به تعداد کافی و همچنین انتقال کلاه و جلیقه های ایمنی و تجهیزات پزشکی از اشرف و به طور خاص استقرار پست مراقبت شبان روزی ناظران ملل متحد همراه با یک تیم کلاهابی در داخل لیبرتی ضروری ترین و فوری ترین اقداماتی هستند که می مانع از تکرار جنایات ضد انسانی و خدشدار شدن هرچه بیشتر وچه عراق در جامعه بین المللی شوند با احترام و در انتظار اقدام عاجل شما دکتر تارق الهاشمی 17 مارس 2014 گیرندگان رونوشت جان کری وزیر امور خارجی آمریکا، آنتونیو گوترز کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد جفری فلتمن معاون سیاسی دبیر کل ملل متحد کاترین اشون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا استران استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا